اعلام سراسری مردم ایران بر علیه حاکمیت ننگین آخوندی وارد سومین ماه خودش شد. قیامی که از 23 خرداد یعنی یک روز بعد از شعبده انتخاباتی آخوندها شروع شد و گر گرفت و هنوز هم ادامه داره. شکاف درونی رژیم که از زمان مناظره احمدی نژاد با موسوی آشکار شد و به شقه کامل درونی رژیم انجامید هر روز عمیق‌تر میشه و ماشین سرکوب پرقساوت و ضد انسانی دیکتاتوری آخوندی قادر به متوقف کردن قیامی که سر باز ایستادن نداره نیست. آیا اصلا این قیام که لرزه بر اندام آخوندها انداخته متوقف شدنیه؟ ببینیم ناظران بین المللی در رابطه با این قیام چی میگن. سرکوب شدید اعتراض‌های خیابانی که در پی انتخابات شکل گرفت تنها خشم عمومی را نسبت به خامنه‌ای بیشتر کرده است. طی روزهای اخیر شعار مرگ بر خامنه‌ای به صورت گرافیتی بر روی دیوارهای تهران پدیدار می‌شود، شعاری که تا مدت کوتاهی قبل تقریبا غیر قابل تصور بود. در ایران خشم عمومی همچنان شعله‌ور است و در هر فرصت پیش آمده فوران می‌کند. در این میان خامنه‌ای دیگر قدرت بلا منازعه قبلی را ندارد تا این اوضاع را به کنترل درآورد. نه تنها این طغیان آرام نشده، بلکه نارضایتی مردم اعماق وجود رژیم را به لرزه درآورده است. تظاهرات در تهران و دیگر نقاط ایران آغاز پایان حاکمیت آخوندهای افراطی است. من معتقدم مردم ایران تا اثبات و احقاق حقوق خود به آن ادامه می‌دهند. From Washington, John McLaughlin, the former deputy director of the CIA. آنچه در جریان انتخابات اتفاق افتاد، یک زلزله در سراسر منطقه و در خود ایران ایجاد کرد. لذا رژیم ایران دیگر آن موضع سابق را در میان کشورهای منطقه ندارد. رژیم ایران هرگز به شرایط سابق خود باز نخواهد گشت. در این مدت هر روز نقطه‌ای و گوشه‌ای از شهرهای میهن کانون اعتراض و خشم و فریاد علیه دیکتاتوری ولایت فقیه بوده است. علاوه بر قیام‌های آخر مرداد، یک نمونه بسیار خوب که نشون میده دیوار سرکوب رژیم آخوندی توسط مردم سوراخ شده، برگزاری 3 قیام پی در پی تنها در عرض 1 هفته بودش، یعنی در روزهای 12 و 14 مرداد ماه که همزمان بود با مراسم تحلیف و تنفیز پاسدار احمدی نژاد و بعدش هم در سال روز میلاد امام زمان یعنی در 15 مرداد ماه بود. مردم در قیام‌های 12 و 14 مرداد تاق بالاتری زدند، چون به رغم همه ترتیبات و تمهیداتی که رژیم آخوندی به خرج داده بود، مشخصاً ولی فقیه ارتجا و گماشته او را مورد هدف قرار دادند. این قیام بعدش هم تا همین امروز چه در خیابان‌های تهران و شهرهای مختلف یا مثلا مقابل زندان اوین و یا بر پشت بام خونه‌های مردم
با بانگ الله اکبر ادامه داره. البته باید گفت که مقاومت ایران از شروع قیام اعلام کرد که این آغاز پایان حکومت آخوندیه. در هم شکستن شعبده ولایت فقیه، جنگ شعله بر گرگها، قیام های میلیونی با فریاد های مرگ بر دیکتاتور و چلپاره شدن قبای فرسوده حکومت آخوندی، آغاز دوران بی بازگشتی است که چرخ ها را علیه تمامیت رژیم و برای راه حل دموکراتیک به حرکت درآورده است. این است دوران نوین مقاومت برای آزادی، این است بهار بزرگ مردم ایران، آغاز پایان رژیم ولایت فقیه و بشارت انقلاب دموکراتیک و پیروزمند مردم ایران. اما استمرار قیام سراسری مردم ایران در این مدت در چه شرایطی صورت گرفت و مردم چه موانعی رو برای تثبیت قیامهاشون در پیش رو داشتن؟ خوبه برای پاسخ به این سوالها کمی به عقب برگردیم. در هفتمین روز قیام، ولی فقیه ارتجاع در جمعه بازار آخوندی به صحنه آمد و ضمن خط و نشان کشیدن شدید علیه باندهای حکومتی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم زمینه سازی کرد. اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارن یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنن، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهاین. رژیم آخوندی بلافاصله بعد از پایان شعبده انتخاباتی در روز 22 خرداد همه ی توان خود را برای سرکوب جنبش آزادی خواهانه مردم ایران به کار برد و رفته رفته سرکوب را به نحو بی سابقه ای به اوج رساند. تلاش های رژیم برای خاموش کردن شعله قیام سراسری عبارت بودند از اخراج تمامی خبرنگاران رسانه‌های خارجی،